1000 نیروی روسیه کشته شدند. خبرگزاری رویترز جمعه شب به نقل از مقام‌های اوکراینی مدعی شد که تاکنون بیش از 1000 نیروی روسیه در این کشور کشته شدند. به گزارش رویترز، روسیه هنوز آماری از تلفات نیروهای خود منتشر نکرده است. از سوی دیگر، سازمان ملل اعلام کرده است که تاکنون 25 غیر نظامی در اوکراین کشته و 102 نفر دیگر مجروح شدند. فعال شدن نیروی واکنش سریع ناتو برای اولین بار در تاریخ این ائتلاف نظامی. شبکه خبری CNN جمعه شب گزارش داد ژنرال تاد والترز، فرمانده نظامی ارشد ناتو، دستور فعال شدن نیروی واکنش سریع ناتو را در واکنش به تداوم عملیات نظامی روسیه در اوکراین صادر کرده است، هرچند قرار نیست اعضای ناتو در اوکراین مداخله کنند. ژنرال تاد والترز طی بیانیه‌ای در خصوص فعال شدن نیروی واکنش سریع ناتو با اعلام اینکه این نیرو شامل یگانهای انعطاف‌پذیر رزمی، اما زمینی، دریایی، هوایی و عملیات ویژه می‌شود، اعلام کرد آنها می‌توانند به شیوه‌های مختلف استقرار یابند و ما از چابکی ذاتی آنها بهره کامل خواهیم برد. این اقدامات بازدارنده باعث تقویت سرعت عمل، قابلیت واکنش سریع و تمام‌بندی حفاظت از 1 میلیارد شهروند که ما برای حفظ آنها سوگند یاد کرده ایم می شود. به گزارش CNN، از ابتدای تشکیل ناتو هرگز سابقه نداشته است که نیروی واکنش سریع این ائتلاف فعال شود. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.